سلام و وقت بخیر. خوش آمدید به یک ویدیوی جدید از چنل ما. تقریبا چند روز قبل تمام رسانه‌های پاکستان از جمله سایت مشهور پاک ویلز که یک مارکت خرید و فروش موتر است، شروع به تعریف موتر ساخت افغانستان کرد. این روند تا چند روز ادامه داشت و بازخوردهای مثبت بسیار زیاد از طرف مردم پاکستان به طرف موتر ساخت افغانستان آمد. اما بعد از آنکه پاکستان نیز از یک موتر دستساز توسط یک انجینر پاکستانی رونمایی کرد، همه کاربران شبکه‌های اجتماعی حتی خود پاکستانی‌ها شروع به مسخره کردن موتر ساخت پاکستان کرد. بعد آن رسانه‌های پاکستانی تبلیغات خصمانه ای را ضد موتر ساخت افغانستان شروع کردند که در ادامه ویدیو ثابت می شود که این تبلیغات صرفاً از روی حسادت بوده و تا کاربران پاکستانی این سایت نیز شروع به مسخره کردن آنها کردند. در این سایت از انجن موتر ساخت افغانستان انتقاد صورت گرفته و پاکستانی ها با نشر یک تصویر نوشتند که موتر ساخت افغانستان از یک انجن 8 سیلندر یا 12 سیلندر در این موتر استفاده نکردند. این در حالی است که انجینر محمد رضا احمدی هدفش ساخت موتر برقی است و انجن فعلی این موتر اصلا مهم نیست که 8 سیلندر باشد یا 12، چون در آینده یک انجن برقی روی این موتر به کار می رود و چین نیز در افغانستان شروع به استخراج ماده لیتیوم می کند که از لیتیوم در صنعت برق و باتری سازی استفاده صورت می گیرد. یک شخص پاکستانی با گذاشتن این کامنت در زیر پست صفحه پاک ویلز گفته است که اگر توان ساخت موتر را ندارید بخیل نیز نباشید. و یک کاربر دیگر نیز با این سایت شوخی کرده و گفته که از این پماد برای جلوگیری از مشکلات به وجود آمده استفاده کنند. با وجود کامنت های بسیار مثبت از طرف مردم پاکستان که تا اکنون در این چنل هیچ کامنت منفی از طرف آنها دیده نشده، اما حکومت پاکستان بار دیگر نشان می‌دهد که یک همسایه خوب برای مردم افغانستان نیستند. نظر شما در خصوص این نشریات رسانه‌های پاکستانی چیست و دلیل یک بار شروع بدگویی کردن از این موتر چیست؟ در قسمت کامنت ها برای ما بنویسید. تو یک ویدیوی دیگر وقتتان خوش.